واسه این چیزا باید آماده باشی. میدونی که فردا خواستگاریه. حق با توی. من به یوسف سر بزنم. شب بخیر. بوسید ولی کسی نبود. چرا؟ جناب سرهنگ، از طرف واسه دو مورد مختلف شکایت شده. اولیش 3 ماه پیش. الان فهمیدم. دو تا موضوع به هم گره خوردن، پس باید صبر کنیم. ای بابا، مامانم چرا الان زنگ میزنه؟ بله مامان. چطور؟ واسه خواستگاری میان؟ این از کجا اومد؟ فهمیدم مامان، باشه اومدم حرف میزنیم. چی شده؟ نکنه خاله خیریه مامان تو رم قاطی این موضوع خواستگاری کرده؟ نه جناب سرهنگ، میان خواستگاری سحر. خب مبارک باشه. تو چرا انقدر واسه این موضوع تعجب کردی؟ با کی ازدواج میکنه؟ یامان کرمانی میاد خواستگاری. یامان کرمانی؟ یه وقت کور نشی ابراهیم. بهت باور کردم اومدم. گفتم عوض میشی ولی تو سربرا نمیشی. به شما اینجوری گفت؟ به من چیزای دیگه ای گفت. گفت مادرم خیلی پشیمونه. گفت میخواد دوباره تو رو ببینه. من اشتباه کردم که حرف ایبو رو باور کردم. کجال؟ خاله خیریه؟ چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ نه دخترم، هیچ مشکلی نیست. آره، هیچ مشکلی نیست. چطور شده شماها؟ تا چند دقیقه پیش که با هم خوب بودین. چی میخواد بشه؟ نقشت آشکار شد آقا ابراهیم.
این دختر اصلا اونجور که گفتی نیست. ببین منو تو چه وضعیتی انداختی. تو که میگفتی مامانت پشیمونه. یه لحظه، من کاری نکردم، دروغ نگفتم، یعنی گفتم، ولی واسه اینکه رابطتون درست تر. خیلی زشته، هم واسه مادرت هم واسه من زشته. تبریک میگم. ها ببین گذاشت رفت، اجازم نخواست. این دختر واسه ما نمیشه. حرف آخر من همینه. همه چی رو خراب کردم من. چی کار کنم کیراز؟ همه یه نقشه ها خراب شد. های خدای من، ولی تو مگه میدونستی اینطوری میشه ابراهیم؟ چه انتظاری داشتی؟ دوتاشون هم لجبازن، هر کدوم میخوان حرف خودشون باشه. کجال جون، قلم اضافه داری به من بدی؟ مال من تموم شده. نه
میگم از مغازه کناری پفک بگیرم، تو دوست داری؟ لازم نکرده. نوشیدنی چی؟ چای، نوشابه، قهوه؟ تو بخوای همه رو میارم واسه. از تو هیچی نمیخوام. هنوز تغییر نیومده؟ نه داداش. تغییر جزئی چی؟ نه، یعنی اگه چراغ سبز نشون بده عذرخواهی میکنم، ولی نمیذاره حتی حرف بزنم. توافق کنسله، هدیتم پس میده. پرونده هارم بده. کمک لازم نیست، اینو زود تموم کن. چیز دیگه ای ازت نمیخوام. داری کجا میری؟ کار دارم. این موضوع اصلا عادی نیست. اینکه کجال انقدر آروم باشه اصلا عادی نیست. به خدا راست میگی، تو حالت عادی بعد تیکه تیکت میکرد. این فراتر از عصبانیته، اما چرا؟ وای اینا رو ببین خاله جون، هر جا رو نگاه میکنی خبر ایناست. همه مجله ها پیشنهاد ازدواجشون رو خبر کرده. سحر رو نگاه کن، ماشالله خیلی خوشگله. نه آقای آمانم جذابه، این استیل و اصالت رو ببین. سحر تو عکساتون رو توی اینترنت دیدی؟ وای چقدر به هم میاین. دیدم، ممنونم نسلیهان. آبجی نسلیهان، منم میتونم نگاه کنم؟ یا یوسف جون ببین عمو جونت وقتی انگشتر میده به خالت قشنگه. نه خیلی خوشگل افتادی خالی. ممنونم عزیزم. خاله دلت میدونی خالمو واسه عموم خواستگاری میکنی؟ عموم گفت. میدونیم عزیزم، میدونیم. یوسف جون بیا، بیا صبونه بخوریم. آبجی دلت، از چای گیاهی که اون روز درست کردی مونده؟ مونده دخترم، گذاشتم تو کمد. هنوز درد معده‌ت خوب نشده؟ نه خوب نشده، گاهی درد میکنه. چیزه یادت نرفته که باید کم کم بخوری؟ بهت گفته بودم زیاد بخوری ضرر داره. نگران نباش، کم کم میخورم. سحر خانم، آقایمان گفتن شما رو صدا کنم. ممنون داداش چنگیز، الان میرم. خاله جون تو صبونتو بخور، من یکم دیگه میام. بخور دیگه. من قهوه ی اقبال خانومو ببرم. خب آقا کوچولو، همه ی اینا باید تموم بشه. باشه؟ آفرین به تو. بده تخم مرغت هم پوست بکنم. خوش به حالت مگه نه؟ دو نفری که خیلی دوستشون داری با هم زندگی می سازن. یهو دیدی واسط خواهر یا برادرم اومد؟ چی؟ خواهر برادر؟ آره خواهر یا برادر؟ خوب میشه نه؟ آها صداش تو خونه می پیچه، اینجا واسه خودش می گرده. بعدش باهاش بازی میکنی. صبح خیر.
صبح خیر. باید یه حساب شبکه اجتماعی باز کنیم، واسه همین صدات کردم. حساب شبکه اجتماعی؟ واسه اینکه قابل باورتر باشیم باید کارایی بکنیم که زوجای معمولی انجام میدن. خدمات اجتماعی این شبکه‌های اجتماعی رو هم نگاه میکنن. باید یه پروفایل درست کنیم که فکر کنن واقعا زوجیم. این واسه ما خیلی خوبه، خیلی به دردمون میخوره. باشه فهمیدم. پس چیکار کنیم؟ چه جور عکسایی باید بذاریم؟ چیزه با یوسف عکس داشتیم، یه لحظه پیداش میکنم، میتونیم اونا رو بذاریم. اینا چطورن؟ دیگه این که اینا نشون میدن که به یوسف هم توجه میکنی. باشه این خوبه، اما اینجا زیاد مثل چیز دیده نمیشیم. مثل زوجی که تازه ازدواج کردن؟ حالا زو چند تا عکس بگیریم. باشه یه دونه اینجا بگیریم. پس من بیام اینجا. تو کادر نیستی، میشه کم نزدیکتر بشی؟ باشه. انگار زیاد خوب نشده، یعنی مثل زوجی که تازه ازدواج کردن نیستی. آره باید یکم نزدیک سر وایسیم. تو هم یکم بخندی بهتر میشه. باشه. الان میخندی؟ نره، مگه معلوم نیست؟ نه، زیاد معلوم نیست، یکم بیشتر بخند. این چطوره؟ بد نیست، خوبه. تو راضی نشدی، یه بار دیگه بگیریم. اینجوری واقعی نمیشه. با اجازت. من آمادم. باشه. ببینیم این چطور شده. نظرت چیه؟ خوب شده؟ بهتره، ولی باز نخندیدی. این بار موفق میشیم. زحل جون خوبی عزیزم؟
امروز قراره برین خواستگاری سهر. عزیزم ببین، لطفاً به خودت بیا. همه افراد خونه دارن احوالتو میپرسن، نگران شدن، دیگه نمیدونم چی بگم. خب بذار بپرسن به من چه، اصلاً واسم مهم نیست. ولی به نظرم اگه یکم واسد مهم باشه خوبه. اگه سحر کارایی که کردی رو به یامان میگفت چی؟ اصلاً به عواقبش فکر نکردی نه؟ در زم دختره رو به زور قانعش کردم، ولی بازم باید عذرخواهی کنی. میخوای از این خونه بیرونت کنن؟ و یامانو کاملا از دست بدی زحل؟ پس اگه لازم بشه به پاش میفتی از اون دختر معذرت خواهی میکنی، ولی نگران نباش، وقتش که برسه تقاص این کاراشو حتما ازشون پس میگیرم. باشه، از این به بعد حواسمو جمع میکنم. باشه عزیزم. اونایی که انتخاب کردیم و میذارم. یه لحظه، یعنی زیرش باید یه چیزایی بنویسیم. هنوز نذاشتی که نه؟ خب نه. چیزه پس بنویسیم چیز عشق، یعنی عوض این که بگیم خوبه که تو زندگیم هستی، خوبه با من هستی و اینجور چیزا. عشقم؟ بله، واسه این که قابل باورتر باشه گفتم. ولی اگه خوشت نیومده میتونی چیزی دیگه بنویسی. نه خوبه، مینویسم. خب حل شد، این موضوع هم تموم شد، میتونیم کارهای امروز رو حل کنیم. توی موضوع دیگه هم به کمکت نیاز دارم. چجور لباس باید بپوشم؟ تو هر چیزی میپوشی، یه چیز مناسب اون انتخاب کنیم. این چطوره؟ اگه به نظر تو خوبه حله. باید پیراهن و کراواتم انتخاب کنی. اونا کجا؟ دنبال چی میگردی؟ دنبال کرواتی میگردم که اون دفعه واسه جلسه کاری بسته بودی. با اون خی... چیز شده بودی؟ چی شده بودم؟ یعنی دوتاش به هم دیگه میومدن. حواست به همه چی هست؟ خوبه، تو از این چیزا خوب سر در میاری. بله. چیزه، منم باید برم لباسم اتو بکشم. اگه چیز دیگه ای نیست من برم. نه ممنون.
فکر کنم باز تو درد سر افتادی. اگه میخوای تعریف کنی گوش میدم. چیزی نیست. از دست ابراهیم عصبانی شدی؟ نه عصبانی نشدم. ولی تو اگه اینجوری هیچی نگی من نمیفهمم واسه چی ناراحت شدی. این مسئله کیراز، من تا حالا اصلا تو زندگیم به همچین چیزی فکر نکردم. درسته شاید الکی وارد این کارا شدیم، ولی اینکه خاله خیری از من خوشش نیومد سختم بود. اینکه ازت خوششون نیاد اصلا حس خوبی نیست. به نظر من اگه با استعدادترین و خوشگلترین دختر دنیا رو واسه خاله خیریه بیاری بازم خوشش نمیاد. نه به نظر من زن حق داره منو نپسنده. یعنی کی میخواد که منو واسه پسرش بگیره؟ این حرفت یعنی چی؟ واسه اینکه خانومی حتما مجبور نیستی غذا درست کنی و تمیزکاری کنی. اینا رو جناب سرهنگ بهم گفت. تو پلیس خیلی خوبی هستی. دقیقاً مثل اسمت خودت هم خوشگلی. مادرم هم اینو میگفت. ولی من شانسی جز این که اینطور باشم نداشتم. یهو دیدی به زودی واسط خواهر یا برادرم اومد. خوب میشه نه؟ هممون خوشحال میشی. اینجا ها واسه خودش میگرده. خودتو زیاد خسته نکن ماما نادره باشی. من وقتی اومدم همه چیزو حل میکنم. نه نه نگران نباش، منم خودم خسته نمی کنه. گلا رو فراموش نکن، شکلاتا خاص باشن. اونا خبر دادن شکلاتا رو میگیری. البته آقای من. چطوری آتیش باره؟ آقا کوچیک، خیر باشه؟ چیزی شما رو ناراحت کرده؟ ببین تو خونه همه خوشحالن، تو چرا بی‌حوصله ای؟ خاله و عموم ازدواج میکنن، بچه دار میشن، شاید دیگه منو دوست نداشته باشن. اشتباه میکنی. اگه بچه دار بشنم تو رو دوست خواهند داشت. واقعا؟ آره، چون تو همیشه نور چشم اونا خواهی بود. بچه ای که اول تو خانواده به دنیا میاد و بیشتر از همه دوست دارن و اونو همه همیشه خیلی دوست خواهند داشت، حتی اگه بعد بچه های دیگه ای داشته باشن. ولی اگه اون برادر و خواهر کوچیک بیان دیگه با اون بازی میکنن، با من بازی نمیکنن. اصلا فکر نکن که وقت بازی با تو رو ندارن. آدم همیشه واسه کسایی که دوست داره وقت میذاره. بعدش هم اینکه آدم خواهر یا برادر داشته باشه تنها نمیمونه و حوصله‌اش هم سر نمیره. پس نگران نباش. جدی؟ خالم با من بازی میکنه؟ البته که بازی میکنه. بعدش هم هر موقع نیاز داشته باشی پیشت خواهند بود. تو هم پیش اونا خواهی بود. هر موقع تو درد سر بیفتی واسط برادری میکنه. یعنی من داداش بزرگه اونا میشم؟ آره واسش برادری میکنی.
خواهر برادرها همه چیزشون رو شریک میکنن. وسایل‌ها و اسباب بازی‌هاشون رو، حتی شکلاتشون هم با هم میخورن. حتی شکلاتشون هم آره؟ آره، شکلاتشون هم شریک میشن. خواهر یا برادر کوچیکی میاد؟ راستشون رو من نمیدونم، ولی مطمئنم وقتی بیاد خیلی خوش میگذره. من بهش یاد میدم با کاغذ کشتی درست کنه. فوتبال هم یادش میدم. اون میره تو دروازه، پس وقت هم من. ببین از الان بازیایی که با هم انجام خواهید داد و پیدا کردی. آفرین آقا کوچیک. خب یعنی انقدر تو زندگیم سختی داشتم که فرصت نذاشتم مثل بقیه دخترا رویا داشته باشم. بابا مامانمو کتک میزه. وقتی نمیتونست مواظب خانواده باشه، باعث شد که من مثل یه مرد قوی باشم. همیشه مجبور بودم دستی که روی مامانم بلند میشد و بگیرم. بعدش پلیس شدم. بعدش همه به من میگفتن که جال مثل یه پسره. خدا رو شکر مشکلی نداشتم، ولی بعضی وقتا آدم تو سختی میفته. دیدی که خاله خیریه تو چشمام نگاه کرد و گفت این نمیتونه یه زن زندگی باشه. میبینی کجالم اینجاست. خوش اومدی جناب سرهنگ. ممنون جناب سرهنگ. من با سلیم حرف میزنم میام. کیراز سلیم داخله؟ آره چند لحظه پیش اومد رفت تو. جناب سرهنگ من اومدم غذا بخورم، شما هم حتی ما هم گرسنه شدیم، یه چیزی بخوریم. این حالتون واسه چیه؟ مثل اینکه ناراحتین. جناب سرهنگ من قبل از اینکه برم دفتر باید برم پیش دوستا. نوشه جونتون. ای بابا این چرا با عجله رفت؟ حداقل تو توضیح بده چی شده؟ هیچی اونطور که به نظر میرسه نیست جناب سرهنگ. تو چه دنیای عجیبی زندگی میکنی؟ من با اجازتون میرم دست و صورتم رو میشورم و میام. ترسوندمت. نه یه لحظه حواسم نبود. حالت چطوره؟ بهترم ممنونم. من به خاطر اون روز خیلی متاسفم. واقعا پشیمونم. همه چیزو اشتباهی درک کردم. یه لحظه کنترلمو از دست دادم. معذرت میخوام. چیزی نیست که عذرخواهی کنی. اتفاقای اون روزو بهتره فراموش کنیم، باشه؟
باشه، واقعا خیلی خوشحالم. خب دیگه تو عجله داری، من مزاحمت نمیشم، بعدن با هم حرف میزنی. یه شیطان با چهره فرشته، نمیتونی با یامان ازدواج کنی، نمیتونی زن یامان بشی، نمیذارم این کارو کنی، از شرت خلاص میشم. الو الو، من زحلم، یادت هست؟ یادم اومد، از صدات شناختمت. هنوزم همون جایی؟ فوراً به کمکت نیاز دارم، یه کارم گیره توه. من دارم میرم، باید به مامان نادری کمک کنم، زودتر میرم. باشه، کم و کسری هست؟ نه، همه چیز تکمیله، ممنونم. کیکو بسرین باحته من، موقع اومدن میارم. ما میخریدیم. تو همچین روزی نمیشه دست خالی اومد، نباید کسی شک کنه، همه چی هر طور که باید باشه میشه. باشه. راستی اگه حلقه رو خواستی گذاشتم روی کمد. ممنونم. تو هم چیزی لازم داشت بهم زنگ بزن، برات میارم. باشه. خب شب میبینمت. میبینمت. باشه داداش. دقیقاً همونطوری که حرف زدی. سلامت بشی، تو هم. میبینم ات. ببخشی نتونستم زود قطع کنم، چون من مشتری شم، اگه جواب ندام فکر میکنه توجه نمیکنم. اشکالی نداره سلیم. خب تو چی کار میکنی؟ کاروبار چطور پیش میره؟ کاروبار خوبه، وضعیت های ناخوشایند دیگه ای هست. خیر باشه. حرفو اصلا نمی پیچونم سلیم، خواستم از من بشنوی، برای همین اومدم. امشب یامان میاد خونه ما خواستگاری سحر. خیلی خوب فهمیدم. دیروز رفتم به رستوران یکی از دوستام، جفتشون تو اون رستوران بودن، همه چی رو فهمیدم.
والا هنوزم با سحر حرف نزدم. نمیفهمم چرا همچین کاری میکنه. فکر نکنم با اون آدم خوشبخت بشه. به نظرم بهتره هر کی برای خودش برسه سلیم.